در ماه دسامبر 2019 موارد مشابهی از بیماری ذات‌الریه پنومونی در کشور چین مشاهده شد. تحقیقات نشان دادند که این موضوع بر اثر ویروسی که سابقا هم ناشناخته بوده ایجاد شده است که اکنون ویروس کرونا جدید 2019 نامیده می شود. در این ویدیو نگاهی اجمالی به آنچه که هم اکنون از این ویروس شناخته شده است خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این یک ویروس جدید است و آنچه که در حال حاضر در مورد این ویروس شناخته شده است ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. ویروس های کرونا گروه های بزرگ از ویروس هایی هستند که شامل هسته ای از مواد ژنتیکی بوده که توسط سطحی به همراه خوشه های نکتیز پروتئین احاطه شدند. این شکل یادآور یک تاج سلطنتی است و تاج سلطنتی یا کراون در زبان لاتین کرونا نام دارد و به این دلیل است که این ویروس ها کرونا نامیده می شوند. انواع متفاوتی از ویروس های کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش می شوند. بیماری تنفسی می تواند از سرماخوردگی مرسوم تا ذات‌الریه را در بر بگیرد و در بیشتر افراد این علائم خفیف ظاهر می شوند. هرچند انواع ویروس های کرونایی وجود دارند که می توانند منجر به بیماری های حادی شوند. اینها شامل ویروس کرونای سندرم تنفسی حاد یا ویروس کرونای سارس که برای اولین بار در سال 2003 در کشور چین شناخته شد و ویروس کرونای سندرم تنفسی خاورمیانه یا ویروس کرونای مرس که برای اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان سعودی شناخته شد می باشند. ویروس کرونای جدید 2019 برای اولین بار در کشور چین شناخته شد. این ویروس در ابتدا در میان گروهی از مبتلایان به ذات‌الریه که در ارتباط با یک غذای دریایی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین بودن اتفاق افتاد. سپس این بیماری از طریق مبتلایان با آن و افراد دیگر شامل اعضای خانواده و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در آن شهر انتشار پیدا کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس وجود دارند و بیماری در درون کشور چین و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر شیوع پیدا کرده است. سوال این است که این ویروس از کجا آمده است؟ این موضوع شناخته شده است که ویروس های کرونا در طیف وسیع از حیوانات در حال گردش هستند. گاهی اوقات این ویروس ها می توانند از حیوانات به انسان ها منتقل شوند که این فرایند گسترش ویروس نامیده می شود که می تواند به دلیل طیف گسترده از فاکتورها شامل جهش های ژنتیکی در ویروس ها یا افزایش ارتباط بین حیوان و انسان اتفاق بیفتد. برای مثال مشخص شده است که ویروس کرونای مرس از طریق شتورها و ویروس کرونای سارس از طریق گربه به انسان انتقال پیدا کردند. حیوان میزبان برای ویروس کرونای جدید 2019 همچنان ناشناخته است. چگونه این ویروس انتقال پیدا می کند؟ دینامیک دقیق از چگونگی انتقال ویروس همچنان بایستی تعیین شود. به طور کلی ویروس های تنفسی معمولا از طریق قطرات حاصل از سرفه یا عدسه فرد مبتلا یا از طریق چیزی که آلوده به ویروس باشد انتقال پیدا می کنند. افرادی بیشتر در خطر ابتلا به ویروس کرونا جدید هستند که در ارتباط نزدیک با حیوانات می باشند. از قبیل کارگران بازار فروش حیوانات زنده، افرادی که از افراد مبتلا به ویروس مراقبت می کنند، همانند اعضای خانواده یا کارکنان مراقبت بهداشتی. حال سوال این است که بیماری چگونه خود را نشان می دهد؟ خب از آنچه که تا به حال شناخته شده است، تعدادی از علائم خفیف تا حاد می توانند وجود داشته باشند. می تواند تب و علائم بیماری های تنفسی همچون سرفه کردن و تنگی نفس و در موارد حادتر ذات‌الریه از کار افتادن کلیه و مرگ وجود داشته باشند. میزان مرگ و میر همچنان ناشناخته است. چگونه می توانیم بگوییم فردی مبتلا به این ویروس شده است؟ این عفونت ویروسی می تواند از طریق یک آزمایش به نام PCR یا واکنش زنجیره‌ای پلیمراز تشخیص داده شود. این آزمایش ویروس را بر اساس داده‌های ژنتیکی آن تشخیص می‌دهد. در حال حاضر هیچ داروی مشخصی برای این ویروس وجود ندارد و درمان آن تمرکز برای پیشگیری یا مدیریت علائم اولیه آن است. در حال حاضر هیچ واکسنی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. درمان و واکسن سیر تکمیلی را طی می‌کنند. چگونه از انتقال این ویروس جلوگیری کنیم؟
همکنون این ویروس جدید دارای شیوع محدود جغرافیایی می باشد. هرچند تعدادی اقدامات استاندارد بهداشتی وجود دارند که برای مقابله با عفونت ویروسی و جلوگیری از شیوع بیشتر آن توصیه می شوند. اینها شامل موارد زیر می باشند: پوشاندن دهان و بینی خود در زمان سرفه یا عطسه کردن با یک ماسک پزشکی یا دستمال یا با خم کردن آرنجتان، اجتناب از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند، نحوه صحیح استفاده از ماسک‌ها و وسایل مراقبتی شخصی به ویژه در مراکز سلامت و درمانی، شستن مرتب دست‌ها با صابون و آب یا ژل شستشوی دست حاوی الکل. اقداماتی که می‌توانند برای جلوگیری از انتقال عفونت از منبع حیوان انجام شوند شامل موارد زیر می‌باشند: از تماس‌های غیر ضروری با حیوانات خودداری کنید. بعد از هر تماس با حیوانات یا غذای آنها دستهای خود را بشویید و اطمینان حاصل کنید که غذای آنها کاملا قبل از مصرف پخته شده باشند. اگر احساس بیماری میکنید مهم است که در خانه بمانید، اما اگر تب دارید، سرفه میکنید یا سخت نفس میکشید، سریعا خود را تحت مراقبت های پزشکی قرار دهید و تاریخچه سفر گذشته خود را با مسئولان مراقبت بهداشتی در میان بگذارید. این ویدیو نگاهی اجمالی به این بیماری عفونی و در حال ظهور است. با در نظر گرفتن این موضوع که شیوع این بیماری به سرعت گسترش پیدا می کند، آنچه که در مورد این ویروس شناخته شده است می تواند تغییر کند. لطفاً سایت های زیر مربوط به سازمان جهانی بهداشت را برای اطلاعات به روز بازدید نمایید.